دوستان و همراهان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم هر چی که هستید حالتون خوب باشه. من یه دو روزی بود که گوشیم به مشکل خورده بود، وقتی بردمش برای تعمیر گفتن اگر تاچش باشه که حدود 2 میلیون خرج داره و اگر فلتش باشه، خدا رو شکر که فلتش باشه، اونو با حدود 300 تومن میشه جمعش کرد. من واقعا دل تو دلم نبود تو این دو روزه که چجوری میخواد بشه. حالا به هر علت این اتفاق افتاده. گوشی رو که 450 تومن خریدم 2 میلیون فقط باید بدم تاچش رو عوض کنم. من نمیدونم تو این مملکت چه خبره، به خدا قسم. من 20 سالم بود انقلاب شد، اما یادم قبل از انقلاب یه پنجزاری اینقدر تو دستم میچرخید تا این دنده های دور شب بمیرم، عدد روش پاک میشد، انگار سیغلش داده بودن. این به خاطر ثبات پولی بود. من نمیدونم، من که خب اهل نه دلار دارم نه سکه دارم نه طلا دارم، نه اهل این حرف هستم، ولی موندم واقعا. هر روز بلند میشی، همین امروز رفته بودم برای تعمیر گوشی، موقع که میخواستم تعمیرش بگیرم تازه از بازار اومده بودم، میگفتن اصلا نمیشه طرف جنسا رو. امروز دلار شده 30800 تومان، طلا شده 1,384,000 تومان گرمی. آخه چرا باید اینجوری باشه؟ پراید 150 میلیون. کی باید این ثباتو به این مملکت برگردونه؟ به خدا قسم یه سری آدم ها اصلا نون شب ندارن بخورن. بابا ما چی کار داریم میکنیم؟ کجا داریم میریم؟ اگه تحریم یه جوری کنیم، من نمیدونم، حرفم بزنیم میگن سیاه‌نمایی. به خدا این سیاه‌نمایی نیست. درد دل من چیزایی رو میبینم. من ساکن نوابم، الان تو بکم داریم میبینیم خیابون نوابو، جماعتی رو اینجا میبینم، به خدا قسم اینجا رو این جدولا میشینن تعمونده غذای مردم رو میخورن. بابا اوضاع خیلی ناجوره، به خدا قسم. یه ذره حداقل خودمون به هم دیگه رحم کنیم. خدا رو شکر من نه طلا دارم نه سکه دارم نه اهل این حرف هستم، ولی اینی که هر روز اینا داره میره بالاتر، خب اجناسم گرون میشه. خانم من یه لیستی به من میده، خیلی خیلی یه لیست خیلی کوچیک دم دستی، منم 100 تومن تو جیبم مثلا دارم میرم برای خرید، نمیتونم کم میارم. میوه میخوای بگیریم، میوه که نمیتونیم بگیریم، وقتی هم میخوایم بگیریم 100 خورده باید پول میوه بدیم. آقا 2-3 قلم میخوایم میوه بخریم، 100 خورده باید پول بدیم. یه بار دیگه دارم میگم ثبات پولی که اون موقع بود الان وجود نداره. آقا روز به روز داره میره بالا دیگه. من این گوشی رو خریده بودم 450 تومن، امروز باید 2 میلیون بدم فقط تا چشو عوض کنم. چرا باید اینجوری باشه؟ اینا درد دله، به خدا سیاه‌نمایی نیست. ممنونم، مراقب خودتون باشید.